أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. دیشاو بے سزمو دبارے تاریخی امام زمان علیہ السلام بود کی قبل از ولادت امام زمان علیہ السلام چی حالات و چی واقعات رونما شدن و اجمالی و بسیار مختصر انداز ما شمور کس از رسول خدا گرفته تا امام دهم را حالات چی را مختصرا بیان کردم کی حالات چی رنگا پیش رفت تک و برای امام اعظم چی سختی آمد و امام اعظم منی ازو سختی و پریشرها و فشارها چی رنگا اصلی هدف را کی تبلیغ اسلام بود و تربیت مسلمانا و محبین اهل بیت بودن چرنگا انجام دادن. بیس از مو رسید در تاریخی امام حسن عسکری علیہ السلام که امروز امشاو ما امو بیس را پیش مورم تاریخ امام حسن عسکری که اصل می امی تقریبا کد ولادت امام زمان علیہ السلام ای واقع تچ مشای تاریخ. امام حسن عسکری علیہ السلام در 23 سالگی خو در امامت رسید، یعنی در سال 254 هجری که پدر محترم شی امام هادی علیه السلام از دنیا رفت، در 254 هجری و امام کسته در امامت رسید، یعنی 23 سال زندگی خور امام کسته تقریبا 23 سال رکت پدر محترم خود تیر کرده بود و واقعات را از نزدیک دیده بود، چرکی امام حسن عسکری هم کد امام دهم هر دویشی در سامیر را بود، منیزو فوجی علاقه که متوکل عباسی که خلیفه عباسی بود او امام را بریزی که دیشا هم بیان کردم بریزی که امام دهم را بلکل در زیر نگرانی خوبی گره و امام را تعلقات شی از شیعه هایشی منقطع کنه و ایرنگ کستا نه شیعه بیتنه کد امام رابطه داشته باشن و نه امام بیتنه امو سرگرمی های خوبی طور وسیع طور پر که سنجام بیده، لحظه او امام را گرفت در فوجی چاونی چیزا کد و امام را مجبور کد که منی هر هفته چند روز باید در دربار از او حاضر بیده و میرنگا برای هر کس که خانه امام آمد و رفت داشتک برای زوم مسلسل نگرانی اشتا بودو و اول خو پابندی بود به نگرانی و سختی ها بود، لحظه امام دا اون بار حال او اهداف خورا دا امزی حالات هم بسیار دا خوبی پیش برد دیگه. آخر کار امام که شهید شد معتز امام را گرفت شهید کردیم خلیفه عباسی بود، بچه متوکل عباسی امام دا هم را ای ملعون شهید کرد و بعد از او دا 23 سالگی کس امام حسن عسکری دا عهده امامت فائز شد. امام دیگه از حالات و واقعات به خوبی آگاه بود و خصوصا زمان امام حسن عسکری علیه السلام از تمام زیاد کسته حساسیت زیاد بود و یک بسیار کلان ذمه داری در ذمه امام حسن عسکری علیه السلام بود و او وجهش هم ای بوده که در زمان امام حسن عسکری، یعنی برای امام حسن عسکری که از طرف حکومت بسیار زیاد دباو بود و بسیار زیاد پابندی ها بود و اتا که منی خانه امام حسن عسکری دا نام غلام و کنیزا هم کسا جاسوسای حکومت موجود بود که از هر لحاظ امام رونا
اندر پریشر اشتا بودن وجه ای دو وجه داشته که برای امام حسن عسکری خاص طور پر یعنی دباو زیاد بودک از هر امام دیگه کده یک وجه ای بوده که در زمان امام حسن عسکری علیه السلام محبین اهل بیت بهخی زیاد شده بودن و بسیار زیاد پاور پیدا کرده بودن این در پوره عالم اسلام که اوٹه ما اگر مو حدود عربی عالم اسلام را اسلامی که یک ملک بود ای خاص کلان بود که از تقریبا از نصف افغانستان گرفته تا مرفتی پوره تقریبا نیم یورپ که اسپین باشه تا نیم یورپ مشته نیم یورپ از اونجی در دیست مسلمان ها و در زیل و منی ایشیا تا از سعودی عرب گرفته از فلسطین گرفته تا نیم افغانستان تقریبا حکومت مسلمان ها بود دو دوری امام حسن عسکری علیه السلام و افریقا هم بسیار زیاد علاقه افریقا تقریبا یک یعنی نصف از یا یک سوم شی در گیری مسلمان ها دی خص کلان یک ملک اسلامی بود دیگر منی تقریبا اکثر و بیشتر علاقه شی شیا و محبین اهل بیت بسیار زیاد در پاور رسیده بودن و تعدادش اینا بسیار زیاد شده بود و ای قدر پا اینا مسلسل که است خلاف حکومت قیام مکدن چون که اینا اهل بیت را دوست داشتن و او زمانه که است تمام خبر بود که ممتاز ترین شخصیت خاندان اهل بیت امام حسن عسکری علیه السلام بود و اینا هم که هر جای قیام مکدن خلاف حکومت استند می گرفتن اینا در نام رضای آل محمد اینا قیام مکدن که مو قیام از مو جنگ از مو کوشش های از مو جد و جهد از مو بریزیه که مو رضایت آل محمد را حاصل کنی و آل محمد ممتاز ترین شخصیتی او دو دور امام حسن عسکری علیه السلام بود لہذا حکومت بسیار زیاد کستا احساس خوف و خطر مکد از امام کی تر نشنه که امام ای پیروکارای خو و ای محبین خورا منظم منسجم کده حکومت را از گیر از ما بگره امزو خاطر امام را اونا در شدیدترین پریشر کستا منی فوجی چاونی اونا اشته بود تاکی امام بالکل رابطه شی کده زو محبین چی کت شنه و او محبین هم ای قدر چیزا کد که صرف در زمان معتز این معتمد که بچه متوکل بود در زمان معتمد عباسی تا 70 نفر اونا گرفتار کده بود که قیام کده بود دلاویزو که بسیاری ها قیام کده بود که اونا گرفتار نشده بود صرف 70 نفر اینا ای قدر زیاد این در زمان یک معتمد کسا ای قدر چیزا شده بود و این ای قدر ظلم کده بود معتمد عباسی که منی کتابای تاریخ لکایی ها که منی کتابی مروج الذهب که یک مشهور مورخ مسعودی نام داره و کتابش هم معتبر است از لحاظ تاریخی نام کتابی تاریخی از اون مروج الذهب منی از او ای لکایی نه که صرف معتمد عباسی 500,000 نفر را تقریبا مکش قتل عام شیمونه این ای قدر اینا دا احساس خوف بودن که حکومت از دیست از معنی را که 500,000 نفر را ای بیگناه قتل مونه ای یک کتابی لکایی کده دیگه فیگر زم دا ای باره است یک اب متوکل عباسی قدر قتل عام مونه دا او دورم که شما سوچ کن که آبادی دنیای خواه زیادم نبوده دیگه بار حال دهی پیرایا چون که از ایر نشان میده که 500,000 نفر که کشته شده مطلب شه که واقعی قدر واقعا زیاد بوده که مردم ها که خلاف از ناشده بود ممکنه بسیاری آدم ها اوتر که مو بگی شیعه هم اوتر نبودن زیادتر چیز دنا محبین اهل بیت بودن لیکن اونا بارحال هدف شنا رضایت آل محمد بود و مو یعنی آل محمد یعنی ممتاز ترین شخصیت از او امام حسن عسکری همزو خاطر شدیدترین خوف را که است احساس چی مکدی حکومت از امام حسن عسکری و مکمل طور پر نگرانی امام حسن عسکری مکد و امام را دمزی دور یعنی بدبختا که است تقریبا امام بارها منی قید اندخته مشه امام حسن عسکری و هر دوشنبه و پنجشنبه امام را اینا مجبور کرده بود که باید در دربار باید حاضری بده یعنی احساس خوف را نشان میده دیگه یک وجه از این که برای امام حسن عسکری از طرف حکومت بسیار زیاد دباو بود از هر امام دیگه کده این مو اگر تاریخ امام ها بینگنی برای هر امام مشکلات بود از طرف حکومت وقت لیکن او مشکلات و سخت نگرانی و سخت جاسوسی که برای امام حسن عسکری بود منی دیگه امام ها مور ملاو نموشنه وجهش هم امی بود که گفتم یک وجهش ای بود که
محبین اهل بیت زیاد شده بود و اینا خلاف حکومت بار بار در او قیام مکدن و ناریز نه رضایت آل محمد بود و اینا مفهمید که آل محمد یعنی امو امام حسن عسکری علیه السلام دیگه امزو امام را بالکل اینا اندر پیشر اشتا بودن. دویم نه وجه سختی ای بوده که بی سابقه سختی بود که گفتم برای هیچ امام دیگه ای خدر سختی نشده بود. وجه از این سختی ای بود که در زمان امام حسن عسکری علیه السلام پیدایش امام مهدی علیه السلام شدنی بود و پیدایش امام مهدی علیه السلام یک گوته چیز بود که از خود رسول خدا گرفته ای آغاز چی شده بود که بر رسول خدا درباره وجود و درباره پیدایش امام مهدی علیه السلام پیشگویی کرده بود که از من نسل از ما و از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها یک مولودی پیدا میشه به نام مهدی که او زمین را از عدل و انصاف پر منه بعد از اینکه زمین از ظلم و جور پر شده باشه. ای حدیث را بارها پیامبر بیان کرده بود و ای قدر ای تاکید کرده بود که حتی امی حدیث منی تمام صحای سته که کتب معتبر اهل سنت است و من جمله منی صحیح بخاری و صحیح مسلم دمزی نام امام مهدی بیان شده عالم موجود است منی ذکر و از ای بعد از رسول خدا تمام راوی ها و محدثین بار بار برای یک دیگه خو نقل مکد برای مردم بیان مکدن و همچنین امام از مو از امام علی گرفته تا امام دهم هر امام برای درباره وجود امام مهدی بیان کرده بود که امام مهدی مایا و ظالم و جابر حکومتار ختم کرده زمین را از عدل و انصاف پر مکنه. امی حدیثا در گوش ارکان حکومت هم رسیده بودن در گوش ازی بادشاه ها و ازی خلفا هم رسیده بود و ای هم امامای مو بالکل بیان کرده بود که امام مهدی بچه امام حسن عسکری است. لذا اینا فل دیگه تیاری گرفته بود که امام حسن را ایک قدر در پریشر اشته بود ایک قدر شدید جاسوسی و نگرانی امام را مکد که این اول خو امام مهدی پیدایش نشنه اگر هم پیدا شد فورا امام را قتل کنن و ای رنگ داستان امامت بالکل ختم شنه و عقیده امامت از منی شیعه ختم شنه. دیگه منی ای دویمنه وجه از او سختی بود که برای امام حسن عسکری علیه السلام در او مشوده دور دازی حالات واقع امام حسن عسکری هم کارش بسیار مشکل شده بود از دو لحاظ. هم از این لحاظ که امام دایرکت رابطش کرد شیعه تقریبا ختم شده بود تا مخصوص آدما هم که بود کمتر میتونستن در خدمت امام حسن عسکری بیان چون که گفتم برای امام حسن عسکری از تمام اماما که در زیاد پریشر بود و جاسوسی در اومو شد و دویم نه پس این کار امام را مشکل کرده بود. امام رابطهش بسیار زیاد محدود شده بود تا خط و کتابت هم بسیار مشکل شده بود و از دیگه کار امام حسن عسکری که مشکل شده بودی بود که امام حسن عسکری باید هم از یک طرف وجود ولادت امام مهدی را باید از حکومت پوت مکدک مخفی میشتگ و از نماینده حکومت هم جاسوسای حکومت که دخانهشی بود بعضی غلاما و بعضی کنیزا هم بود علاوه ازو که زنا ایلا بیلا آنا جانه بود در خانه امام حسن عسکری که اونا همیشه زن امام حسن عسکری که مادر امام مهدی علیه السلام است اونا نگرانیش مکد که اولاد مونه تا که اینا فورا اونجی مخبری کنه و برای شهادت امام مهدی اقدام شنه. لذا کار امام حسن عسکری این مشکل بود که باید ولادت امام مهدی را فل ای قدر مخفی میشت که تا منی خانیش هم مردم خبر نشنم غلاما و کنیزایش هم خبر نشنه که امام مهدی پیدا شده و از او لبا امام ایرم باید خیال شی میشت امام حسن عسکری که ای قدر هم ای گب مخفی نمنه که شیعهش خبر نشنه و نه وقتی امام مهدی پیدا شنه و در پرده غیبت بوره مردم شیعه و محبین اهل بیت بوگه که امام مهدیش پیدایش نشده ای تاستیش وجود نداشته ای قدر هم باید امام حسن عسکری باید پوت نمیشت باید اونا را هم مخصوص آدم ها را و بعض عام شیعه را هم باید که امام مهدی را زیارت شی کرا مکد تا اونا یقین مکدن که امام مهدی پیدا شده. ای کاری دو کار کس بسیار کار امام را مشکل کرده بود یک امو که رات امام بسیار زیاد محدود شده بود تا دا خط و کتابت هم مشکل شده بود و از دیگه لبا امیر انگا که هم ولادت امام مهدی باید ای قدر پوت بیلا که در خانیش هم کس خبر نشنه و هم باید شیعه را هم نشان بیده تا شیعه ها و کلانای شیعه این هم خبر شنه. ای کار امام واقعا مشکل شده بود و واقعا کس امام از معجزه امامت خویی ای اردو کار را بسیار در بهترین انداز انجام میده
و امام با ای کارم باید مکد که شیعه بالکل کس تربیت چی مکدن که اونا دهو ان قریب که امام ده سر از نا موجود نیه، حاضر و ناظر نیه، امام مهدی ده پرده غیبت رفته نیه. اور منی 56 سال ده 254 هجری امام حسن عسکری ده امامت میرسه، ده 255 هجری امام مهدی علیه السلام پیدا میشه و صرف 5 سال بعد امام ده پرده غیبت رفته نیه. باید منی ازی کم عرصه امام حسن عسکری هم باید اونار خبر کنه که امام شمو پیدا شونه، هم باید حکومت شیرپوچ بیلا و هم عام شیار زین چی تیار کنه که آلی که 6 سال بعد 5 سال بعد که امام شمو غایب مشه، شمو ایتنش نه که بالکل بیرارهوشین، منی گمرایا، منی دربدریا مبتلایشونین و منی شمو تفرقه باید. ای کارم باید امام مکد که واقعا بسیار حالات هم سنگین بودک و جاسوسی ها را آدم تون از اونجی کاری مشکل تون. واقعا اینجا امام کس از معجزه امامت خو بسیار در بهترین انداز کس امام انجام میده کار و امام کس اقدامات را که ما در آسان الفاظ بگم در چار لیول بسیار در خوبی انجام میده. از یک لبه که حکومت چون که بسیار زیاد حساس بود بر امام، امام باید دو تا برتاو مکد که حکومت احساس خوف نکنه از امام، چرا که در او بار بار قیام مشد و شیان اهل بیت تعداد شینا زیادتر شد در ای بودک و حکومت در او تمام شیا و محبین ناریش همی بود که مور میخوای رضایت آل محمد را حاصل کنی. ای اصل می یک کود بودک، اونا چون که امام ها اونا رو گفته بود دالتی تخی اونا نمی تنیز دایرکت نام امام را بگره، خو اگر اونا دایرکت تمام شینا نام امام را می رفت که مو میخوای در فیوری مثلا امام حسن عسکری یا در امام داوم در او قیامونی و اینار میخواهی در حکومت بایری خوبی چه معلوم بود که امام بسیار زیاد بریشی برای امام ها مشکلات مشد. لحظه امام ها ایم از مو این دایرکت اونار یاد دادب که شما در نام رضایت آل محمد قیام کنین و خب آل محمد معلوم بود که ممتاز ترین شخصیت های آل محمد امی امام های مو بود که در ای دور امام حسن عسکری بود. از این خاطر حکومت بسیار زیاد احساس خوف مکد از امام حسن عسکری، لحظه امام حسن عسکری یک اوتر برتاو اوتر طریقه را اختیار کرد که حکومت ترس نخره بگه ای ایش کار نمیتنه، مثلا یه مو بریز مو خطره نداره. امام بسیار کد از نا خوب برتاو مونه، بسیار اونار کسته از او سختیات تا میره و امی خوب برتاو امام باعث مشنه که بعض آدم ها که برای ملاقات امام میخواسته بیند از او فوجی چونی داستانی میامادن، بعض وقت حالات نرم مشده، بعض وقت سخت مشد، نرم هم مشد. از این که امام برتاو خود قد از نایی قدر خوب ایشته بود که اونا مطلب بعضم امام را خیالشی میشتن و از دیگه لبه چون که امام در او علاقه بود امام یک کلان شخصیت پیدا کرده، منی فوجی چاونی ظاهره کلان کلان آدم ها بود و از اونجی تمام منی پوری عالم اسلام کسا خبرها پیلا مشد. امام کی وقتی مرفت تک منی دربار کد ازو بهترین رویه خود ازو بهترین فیصله خود و علمی مناظره خود وقتی شخصیت خور ثابت مکد، دیگه تمامی امو ارکان حکومت هم عظمت امام را قائل شی مشدن. دیگه ای رنگا امام کوشش نه که حکومت را ام خوف شد کم ذره کم کنه تا که امام بیتنه کم بیش امو فعالیت های خور و سرگرمی های خور پیش ببره. در دویم نه استیپ کسه هم امام کدازی قاطی دیگه کاری رمونه که عام مسلمان ها را که او چیلنجا و در او زمان بود امام برای زنا هم کسته منصوبه بندی منه، چرا که در او زمان کسته در او در کسرت یهودی ها و ایسایی ها و زرتشتی ها مسلمان مشودن و اونا کسته برای ازی که برای اسلام تحقیق کنه دایرکت گیری خلیفه وقت می آمدن، چرا که اونا خیال مکد که اصلی جانشین رسول خدا امی خلیفه وقت است، لذا اونا برای ازی که باید مناظره کنن و از حقانیت اسلام آگاه شونن در دربار می آمدن و کد خلیفه وقت اونا مناظره مکدن و خلیفه وقت خوب معلوم بود تو اسلام را چی خاک دفاعشی مکد اونا بیبس مشد و در مقابله زی امام حسن عسکری رو ناکوی مکد که بیا تو بیس کو و اینا کوششی بود که در این مناظره امام شکست بخره و اینا امام را نعوذ بالله تزلیل چی کنه، توهین چی کنه، بگه این ای آدم چی خارگ امام است که یک آدم ها را در او قانع نمیتنه، لیکن نا خبر نبود که این خاندان خاندان علم و اسمت است. امام حسن عسکری بسیار خوب اونا را جواب میدادن، امو ایسایی ها را یهودی ها را زردوشتی ها را یا امونا که منکر خدا بود، دهری بودن، منکر خدا بودن، ماده پرستای ازو دور بودن، امام کد از ناب مناظره مکد علمی اونار بسیار خوب جوابا میدادد
و ای رنگا کیستا عظمت علمی امام و شخصیت امام برای تمام درباریا ثابت مشود و امام اونا تمام شی از دل خو عزت امام وکد گرچه از خاطر پریشر حکومت اونا مجبور بود که برای امام سختی کنن لیکن از دل خو واقعا امام را اونا خوش میده مو بارها من تاریخ اسلام مینگرنی که می دشمنا هم وقت شهادت امام از مو بعضی امزی دشمنا هم گریه میکردن چرکی از دل خو خوش میداشتن از دل خو خبر داشتن که واقعا امینا مرد میدان است واقعا در خدمت اسلام رمونه اور حقیقتا اینا یک مرد مؤمن هستند خوف خدا منی وجود از ناست لذا اونا هم از دل خو خوش داشته بودند گرچه خاطر دنیا پرستی خو برای امام ظلم مکدن دیگر لذا امام که صدئی لیولم دای مرحله که عام مسلمانار مدد چی کنه نظریاتی مدد از نار کنه تربیت از نار کنه و او چیلنجا او سوالا و اعتراضا که صرف غیر مسلما برای اسلام شد اونار جوابی ده امام ایر بسیار ده خوبی انجام میده و همزو پلیت فارم که حکومت میخواست امام را مجبور کنه امام را ده پریشر بیله امام همزو پلیت فارمی حکومت همزو پلیت فارمی دربار از ناکسته برای تبلیغ اسلام برای خدمت اسلام مدد میگرفته و ای رنگا همو تیری خود از نار برای خود از ناوار مکد اونا کوشش مکد اسلام کمزور شنه امام از دربار از نا که کلان کلان سفیرای مختلف ملکا مو بودن همزون جی کسا پیغام را منی پوری دنیا منتشر مکدن در سیمنه لیول امام کسا محبین خود خو و شیان خود خور کسا بسیار خوب نگرانی شی منه اگرچه که رابطه بلکل ختم شده و کار امام سخت شده بود از ایلی هست چرکه امام دایرکت رابطه نداشت که اکثر شیا بلکه که بسیاری زیاد وکیلای هم دایرکت رابطه نداشت از خاطر از او پریشر و خود امام هم کسا نمیخواست که شیا در منی سامیره بای چرکه اگه اونا منی سامیره منی خانه امام میمادن ملاقات میکنن در ذریع جاسوسا اونا شناخته مشودن و کسا جان و مال از ناد کسا خود از ناد جان شینا در خطره مشود و امام نمیخواست که مخلص شیا و این مخلص وکیلای امام ده خطره باشه چون که امینا کسته پرچم اسلام را پیش بردنی بودن امینا ده دوری غیبت صغرای امام کسته کار کردنی بودن لذا خود امام هم اونار منع کده بودن که شما ده خانه از منع این هرچی گوست ده ذریع خط تو که دابد ده ذریع امزی چار پنج ده نفری مخصوص که ده گیر از ما آنه جانه دارن شما مساوالای پرسان که نیا دیگه هرچی مسئله است ده ای ذریع پرسان کن و امام هم کیستا هم تک ما دیشا و گفتم از زمان امام صادق علیه السلام تا امام حسن عسکری از زمان امام صادق این نظام وکالت شروع مشنه یعنی امام کیستا چون که عالم اسلام وسیع شده بوده دیگه از هر علاقه خو نمیتنیست که شیعه ها و محبین اهل بیت باین در مدینه و از اون سوالای پرسان کنن یا مثلا مو نظر و نیاز شنا بوده یا خمس و زکات بوده ور باین علاقه دور بوده او دو زمانه تر سهولتای ترانسپورت اینا هم خونه بود ماها میلگید که مردم تا مدینه باید لحظه امام صادق علیه السلام نظام وکیلای خود مختهر علاقه وکیل خود مقرر نه و موگا می وکیل از ما کسا کد از ما رابطه داره دیگه عام محبین کدمزی وکیل ما از این سوال های خورسان کنه آرچی خمسا دیگه هدایه است تاویل ازی کنه و او وکیلا هم کسا بز از او بالتر یک وکیل مو بودم ایک سیستم بود که آخر چی اش ده نفر بیست نفر که سر دایرکت کرد امام رابطه می داشتن دیگه وکیلا در زریزی وکیلا هدایت می گرفت و می تا این سلسله پیش مرفت بس امام های ازمو چون که از اول خبر بود که این یکی تا دوری سخت هم دنی است برای امام های بعدی لذا هر امام کسته هر چی بالتر موری مثلا امام هفتم هشتم نهم دهم اینا رابطه خطا کرد وکیلا هم کمتر کده موره تا که مردما عادت اپناو کنه که در ذریع وکیلا ام مشکلات خور حل کنه ام مسائل خور پرسان کنه خمس و زکات تاویل امزی وکیلا اماما کنه و دایرکت رابطه کم شونه تا که اونا عادت کنه که امام گرچه کیسته لیکن لازمی نیه مو باری کد امام ملاو شنی و امی عادت بود که در زمان غیبت صغرا امام مهدی هم امی رویش را اختیار کردنی بود چون در غیبت صغرا امام کسته منی مردم بود لیکن ناشناخته بود و نائبین خاص امام بود که مردم رابطه داشتند و چون که مردم از اول ذهنی طور پر تیار شده بود لذا وقتی که غیبت صغرا امام مهدی علیه السلام انجام موشه اینا کنفیوز نموشه چون که اینا الریدی منی تقریبا 100 سال ای عادت منیش نام ده بود که صرف از وکیلا سوالا پرسان کنه مسائل خورد از ریز نه حل کنه دایار خمس و زکات را تعویل از نه کنن دیگه امام حسن عسکری هم امیر رویش رپنان و
تعلقات خو مزید محدود منه خوچیم اما از طرف حکومت پریشر بود و اونا میخواست که هم شیعه ها را شناسایی کده اونا را قتل شکنه امام خوچی هم که است میخواست مزید محدود شونه تاکه مردم عادت کنه همزو خاطر که امام حسن عسکری بسیار کم وکیلای امام رابطه داشت دایرکت دیگه وکیلا همزی مخصوص وکیلا هدایت میگرفتن و عام شیعه هم بسیار کم کبی کبار در خدمت امام میامادن دیگه ای رنگه امام مینگره هم شیعه را ذهنی طور پر آمادم نه تمام محبین اهل بیت را که برای غیبت صغرا امام اونا ذهنی طور پر تیار شونه که در غیبت صغرا اگرچه امام بری سر از نه حاضر و ناظر نیه لیکن در ذریع نظام وکالت ای سلسله هدایت باقی بمنه و عقیده از ای محبین اهل بیت و عقیده شیعه ها متزلزل نشونه دیگه کار را که امام حسن عسکری در باره محبین خو انجام میده و امو سلسله از ای که اونار مالی سپورت مونه و در مقابله حکومت حمایت از نار مونه چرا که بار حال امو تا گفتم امام در زریز و بهترین برتاو خود منی حکومت هم در دیل ارکان حکومت جای پیدا کده اونا هم عظمت علمی امام را قبول مکده عظمت روحانی امام را امو ایمانی امام را اونا هم قبول مکدن و از امام در ذریع امزی کسا برای شیعه ها کسا بعض اوقات آسانی ها هم کراو مکدن و کسا امام اونا را مالی سپورت شیعه را مکد تاکی اونا اقتصادی طور پر هم کسا کمزور نباشه و کسا در چارم نکار امام امو کار را که استان حساس ترین بود که برای ولادت امام مهدی تمام شیعه قائل کنه که تمام شیعه مان کنه که آن واقعی امام مهدی علیه السلام پیدا شده حالی اگرچه که تو از زمانی رسول خدا گرفته تا امام دهم هر امام گفته بوده که امام مهدی پیدا موشه زمین را از ظلم و جور نجات داده از عدل و انصاف پر مونه و امام مهدی در پرده غیبت هم موره تمام امام ایر گفته بود لحظه ای عقیده بالکل عام شده بود ای قدر عام شده بود که گفتم من کتابای لسنتم مستند حدیثایش موجود است و ایش کس من عالم این اسلام انکار شنم نه تمام مسلمان ها بریزی چیز متفقه این نشان میده که عقیده مهدویت من تمام مسلمان ها اوتیم عام شده بود و ای هم تمام خبر شده بود که برده غیبت موره لیکن کار امام حسن ای کار امام حسن عسکری از این لحاظ مشکل بود که امام اونا را ای یقین را دلاو کدی بود که توخین امو شخص که منی حدیثا ذکر شیم ده امو امام مهدی امی بچه از ماست او اونا جنرالی طور پر ای عقیده را داشت لیکن ای خبر نبود که امام مهدی کی است مصداق امام مهدی کیه امام ای یقین را در دل از نا ایجاد کردنی بود که امو شخص را که منی حدیثا بیان شده امو شخصیت که بیان شده امو شخصیت که رسول خدا گفته که زمین را از عدل و انصاف پرمونه او بچه از مایه امی امام مهدی اینی بچه از مایه ایر باید امام ثابت کرا و مکد برشی یا نه که اگر ثابت نمکد اونا از او باید کرتا منکر وجود امام مشودن و ای کار را بسیار سخت مکد چرا اکثر مردم تو خین کار از لحاظ مشکل بود که اکثر شیعه ها و محبین دایرکت رابطه کد امام نداشتن اونا چطور می آمد امام مهدی را چیم خوب بینگر نه دایرکت رابطه ایج نبود و امام خود چیم من نکده بود و از اون لبا اکثر مردم کستا ایتا پخته ایمانم نداره موتا که علم مو مینگر نی اکثر از مو ایمان مو تا پخته نیه خب دو دور لا که جهالت زیادتر بوده ای قدر اوشیاری منی مردم نبوده ایمانم کمزور بوده دور دراز علاقه بوده و مردم کسا عادت داره ده حسی چیزا همو که موکا چی مخو مینگرنی ده اقلی چیزا کمتر مردم توجه داره حالی آدمار امام باید تربیت مکد برای ازی دور که ده برای وجود امام مهدی اونان قائل مکد که اونان تمام شی باید مان مکد که آن امام مهدی پیدا شده و امو شخصیت که منی حدیثا رسول خدا ذکر شی کده و دیگه محدثین و اماما بیان کده او امی بچه امام حسن عسکریه ای کار امام را مشکل کده چرا رابطه گفتم منقطع بود و از اول با از این لحاظ مشکل بود که حکومت کس جاسوسای خود دخانه امام شنده بود بار بار زنها دبانی زنا که سانا جانه داشت از طرف حکومت مخبیرا بود گنا جاسوسا بود که باید مادر امام مهدی را حضرت نرجس خاتون را یا نرگس خاتون را اونا بینگرنن که آیا یه گو اولاد خو کدینی تا که اگر تا که معلوم شده که اولاد کدینی فورا خبر بیدن در حکومت و اونا برای شهادت امام مهدی اقدام کنه
کارم سخت بود باید امام لہذا امام حسن عسکری دئی دو سخت حالت کی ہم باید وجود امام را ثابت کنا بریز و ناونار نشان بھی دکین امام شما پیداشنا هم کیستا از حکومت پوٹ بیلا از افراد خانه خوام پوٹ بیلا امامی کار ای لایعمل لکد از وای خدا هم مدد کرد دئی سلسلہ چر کار واقعی سخت بود وقتی خوشم سوچ کنم وقتی منی خانه آدم پنج شش نفر کم از کم مخبیرا ششته باشه شا و روز آدم چی رنگ از ناکیست حالتی خانه رو پوچ پیلا وزو لباور نشانم داد نیسته دیگه خدا هم مدد کده و از اجاز امامت کسته امام حسن عسکری ای چیزار تیار نه پلینینگ مونه که او تر شو کنه که سمجو هیچ کار ایج نشده امام ایدی پیدا هم شنه لیکن او تر شو کنه که سمجو هیچ کار نشده بلکل نرمال حالاته و امام را د خانه خو کسته پوت اشته وقتن فا وقتن مخصوص کلان وکیلای امام کیمای یا بعض وقت عام شیعه ها کیمای امام اونار نشانم بیده بسیار د پوت کی تاکی اونا باور کنه و می وجه که امام تاکید مکد که نام امام ایدیر کس نگره چون که نام امام ایدی اصل نام فیمو نام رسول خدا است دیگه نام ابزو منی حدیثامو میگنی که تاکید مشد که نام ازیر نگرین چر کی تاکی مرد حکومت متوجه نشنه دیگه امام رنگ شوم نه که هیچ کار نشته سمجو هیچ ولادت هیچ قصه نیه و از قدرت پروردگارم که صبری مادر امام مهدی علیه السلام حضرت نرگس خاتون سلام الله علیها هیچ او تا آثاری که برای عام زنا کی پیدا مشه که اولاد کدنی یک مخصوص آثار پیدا مشه او آثار برای مادر امام مهدی علیه السلام نمایه از اعجاز امامت و از قدرت خداوند متعال و کس خبر نمشه و امام کی پیدا مشه امام مهدی علیه السلام دیگه اینا که امام حسن عسکری او بالکل بیفوز مال اولنا افتروس تقریبا امام مهدی را او تگمنی تاریخ هم ده ما آینده قصه شرم بیانم تفصیلی واقع ولادت امام مهدی علیه السلام را تا هفت روز امام را مبره ده آسمانا فرشته و ده خانه نیست امام مهدی علیه السلام هفت روز بعد واپس میره بری زمینونا دیگه امام مهدی علیه السلام ده خانه کلان مشه لیکن امو رنگه کسا از امزو تا امزو باز کنیزا و غلاما هم کسا پوت است کس خبر ایج نیه و مادر امام هم اولاد پیدا کرد ویشی ایج او رنگه حالت که برای عام زنا پیدا مشه او رنگه کسالت و مریضی برای مادر امام مهدی نمای از قدرت خداوند متعال تا کس خبر نشنه امو تا که مادر امام مادر حضرت موسی علیه السلام حضرت موسی را در دربار فرعون در دنیا میره و فرعون خبر نموشه حالاک فرعون صدها هزارها حامله ها را کسا کشته بود و او اولادای تازه پیدا شده را کشته بود لیکن بعضم از قدرت خداوند متعال امو تا حضرت موسی پیدا مشه امو تا امام مهدی ولادت شی مثل حضرت موسی علیه السلام مشه کس خبر نموشه و برای مادر شی امو تا حالات نمایه و امام کسته باز از این بعد امو کلان کلان نائبین امام حسن عسکری که در خانهش می آمدند ایتا نبود که اونا علنی باید در نام روغن فروش در نام یک گو مثلا سوزی فروش این رنگه اونا در این روپ می آمدند و امو کسی سوالا را از امام پرسان مکدند ایتا نبود که علنی باید که مطبع یک معزیز شخصیت باید گیر امام حسن عسکری بگه ما کلان وکیل امام می رنگه مبود و یقینا فورا قتل مشود کلان کلان وکیلای امام کسی در روپ یک اگویشی روغن فروشی مکد شیر فروش یا مثلا در روپ مختلف هم زی کاروباری آدم ها اونا در گیر امام میماد و سوالا رو برسان مکد و امام هم وقتا فا وقتا اونا را امام حسن عسکری امام مهدی علیه السلام را کسی نشان میده مثلا که یک از خادیمای امام حسن عسکری که خوچی خوب محیب به اهل بیت بوده تمام میتنم ده که تمام غلامای امام تمام خادمین شی جاسوس ها باشه بعض دیش جاسوس و بعض شی مخلص شیام بود میزی ابو غانیم او مگه که ما کسا سیمنه روزی ولادت امام مهدی کسا مگه کسا متمر چند روز بعد که امام مهدی علیه السلام پیدا شد امام حسن عسکری چند صحابیایشی که امده بود اونار نشان داد گفته اینی بچه ما نام ازی امو نامی پیامبر است اصلی نامی پیامبر است و ای امو شخصیت است که رسول خدا دبارش بیان کرده بود که از زمین را از عدل و انصاف پر منه ای دپر ان قریب که است ای دپرده غیبت موره و شما انتظار ازیر باید که کنید امیر انگه که است
کلو واقع شي ذات زما کتاب شمور مو شمو منيزو مس اثبات الهدايه گس بسیار اهم کتابه از موسته کی تقریبا دا 14 جلد است منيزو اي واقعيات هم دا امو ادمه کی خودون شي پرسنلي امام ادير زيارت شي کړه حتی تقریبا 60 افتاد نه علماي اهل سنت هم ای چیز را تصدیق شي کدن منی کتابای کی امام ادي پیدا شوده منی کتابایش نه لیکایه حال اگرچه که عام طور پر اهل سنت عقیده شناییه که امام مهدی پیدا نشده در آخر زمان پیدا موشه ممگنه او پیدا شده فیلال در پرده غیبته دیگه علمای خود از نه هم 60 افتاد دنیش منی کتاب هم ده که اونا تصدیق ده کتابایش هم ادرسایشی بلکل موجود است همیرنگه یک از کلان بسیار کلان صحابیه امام و کلان کس بزرگان شیعه حساب موشده بده احمد ابن اسحاق یک از کلان وکیلای امام بود ای احمد ابن اسحاق موږ یک روز ما د خانه امام حسن عسکری علیه السلام رفتم و دل ما می بود که دوباره جانشین امام پرسان کنم که یا امام بعد از شما جانشین شما کیه موږ تابال همی چیز د دل ما بود ما گب زدور شروع نکده بودم که خود امام حسن عسکری همی گب دل مر گفت که ای احمد خداوند متعال موږ از حضرت آدم گرفته تا امروز را زمین را از حجت خو خالی نشته در هر دور یک حجت خدا موجود بوده و تا قیامت را هم کسی حجت خدا موجود مومنه امی حجت خدا است که در ذریعش از زمین بلاها کلان کلان بلاها دور موشه کلان کلان مصیبت ها در ذریعه حجت خدا دور موشه در صدقی امزو از برکت وجود ازو دور موشه از برکت وجود ازو کسی از آسمانا بارش نازل موشنه از زمین کسی فصلها و سبزیها پیدا موشه بزی احمد ابن اسحاق ما گفتم که ای امام ای ابن رسول الله ای فرزند رسول خدا بعد از تو امام کیست جانشین است تو کیه مگه امیگا بتا که ما گفتم امام حسن عسکری منی خانه خورفتک و 3 ساله بچه خوره یعنی مو امام مهدی علیه السلام را آوردک و گفت که مگه ای احمد ابن اسحاق مگه ما که او بچه 3 ساله دیدم مگه ای قدر نورانی چهره داشت که مثل ماهی 14 چودوی که چاند دلی مگه روشن بوده و امام گفت که ای احمد ابن اسحاق اگر تو گیر خدا خداوند متعال عزت و کلان مقام نمی داشتی ما ای بچه تو نشان نمی دادو تو بفهم که ای بچه امو بچه که ما رسول خدا دا باریشی منی حدیثایخ بیان کرد ای هم نام رسول خدا است و هم کنیت چی است همی بچه ما کیست زمین را از عدل و انصاف پرنه بزی چون که کلان صحابی بود و بزرگان شیعه حساب شد ای بز مور عام شیعه را ای خبر را پونچاونه دیگه وکیلا که اندر رزی بود او وکیلا را موگه که شما ای خبر را برسنین که ما از چیم خودیدوم نائب امام حسن عسکری را امام مهدی علیه السلام را ما دیدم که پیدا شده ای رنگا بزی خبر پیلاو شده امی رنگا کیستا یک کلان که از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام چند روز منده بود که یک کلان قافله ما 40 نفر تقریبا منیزو کلان وکیلا و بزرگا است اینا کیسته د خانی امام ما او زمانہ کیسته امام تقریبا کیسته ناجور بود و چون کی از خاطر ناجوری و چون کی حکومت امام رزار داده بود و امام حالش بسیار که 8-9 روز تقریبا امام بسیار سختی تیر نه چون کی زار بسیار زیاد امام را زیت مونه امام شاو روز د زیته لہذا حکومت ترس مخره که شیا خبر نشنه که مو امام از نار در وقت و شیا هم بوتیم در تیک تاک پاور داشت لحظه ای تحالش دب که کم زرم و جاسوسی کم کمزور شده بود کم اون کس اونام کم ریلیف داده بود آزاد داشته بود لحظه از این موقع فایده بال کده چل مخصوص شیا و کلانای شیا مایند خانه امام حسن عسکری علیه السلام که امام هم بوتیم ناجور بوده که من ازو یک از اموزو نائبین خاصی خود امام زمانم بوده محمد ابن عثمان امری ای کسا اینا بز امام حسن عسکری امام مهدی علیه السلام را پیش از نامه ایره و مگه ای کسا امام شما است و جانشین از ما است و بعد از ما شما پیروی زیر کنین نه که تمام شما هلاک مشنین و این دیاز شما باشه از امروز به بعد شما ای بچر دیگه نمینگردین چرا که از او چند روز بعد امام حسن عسکری شهید مشه دیگه رنگه کلوی تا واقعیت بنی تاریخ نقل شده که از او آدم ها که امام مهدی را زیارت شی کدن که اگر زیادتر اگر بخواین من کتاب علامه سید هاشم بهرانی که نام کتاب شیست تبصیرت الولی فی من رأى المهدی
عليه السلام نام کتاب منیزی و تمام واقعات اوردمون امو ادما کی امام ادیر علیه السلام را زیارت چی کردن دمزو بچپن چی و علاوه زی منی کتاب بیهار و لنوار جلد 51 منی بابی ابدوم و نوزدهم شم ایت واقعات هم ده خلاصه ای کرامشنا و چیزا معتمد عباسی وقتی که مینگن هر چی که او جاسوسی خو لگنده وجود امام ادیر پیدا نتنیست فهمیده نتنیست که امام ادی پیدا شده یا نشده از اولب خبرم بود در ذریعه حدیثا که امام ادی بچی امزی امام حسن عسکری یا ایدو یقین داشته و از اونجی مخبرایش نتنیسته بود که اور کنفرم خبر بیده امام ادی پیدا شده یا نشده از دیگه لب مینگنید که روز در روز حب امام حسن عسکری منی دل شیا و حتی نماینده خود ازی امرکانی حکومت هم حب امام زیاد مشه و امام دمزو سامیره منی امزو فوجی چاونی بسیار زیاد عظمت و مقام و عزت پیدا کرده لحظه مجبور میشم اگر بیا امام حسن عسکری را شهید کنم که امام مهدیش پیدایش نشنه و هم از دیستی از قیامه های شیعه ما نجات حاصل کنم دیگه امام را کس یک بسیار طاقتور زهر کلاو من امام حسن عسکری علیه السلام را و امام از خاطر هم زیزار هشت روز کس بسیار در اذیت و بسیار در سختی تیرمونه و دمزی اشت روزه می خوچم دبانه بانه مایه دبانه اول پرسی امام تا که ایتا شوکه نکی مو مطب امام را شهید نکده امام از طبیعی امو موت نیچرل موت خود رو مم را شهید موشه دارو دیگه دا آخر خلاصه اشتی ربیع الاول 260 هجری اشتومی ربیع الاول امام حسن عسکری علیه السلام از دنیا موره و شهید موشه و واقعا کس عظمت امام و عزت امام ای قضیه شده بود که واحد امام مومنی آخری اماما که میگنی امام بریش باقایده تام بازارا بند مشنا بلکل مغمیسی منی تاریخ کی و نام مغمیسی بقید به قیامتی سغراشت مردم ها در عالم افراد تفریه هر مردم ها پریشان است و بسیار زیاد غمگین تمام در خانه امام مایه بزی معتمد کسا تاتی خوره عیسی ابن متوکل در مگه که تو بر نمازی جنازه امام مثلا اسکریر پڑاو کو تاک مردم ها مطب بریز مو شک نکنه که مو شهید کرده خود از مو پشی نماز بخانی بزی مای خلاصه چهره امام را مردم ها را نشان ده که انتوخ که امام خود چی از قدرتی موت خوش از دنیا رفته و نمازم پڑاو مونه و امام حسن عسکری را در پالوی امام دا هم منی امزو کمره منی خانه خود امام حسن عسکری کمره بوده که امام دا هم اونجی دفن شده بوده امام حسن عسکری را در کنار از او دفن نه لیکن قبل از اینکه ای رنگا یک رسمی طور پر نمازی جنازه شنه قبل از اینکه یک دیگه نمازی جنازه در منی مخصوص آدم ها پڑاو شده بوده که اون واقعشی داره که تاتی امام مهدی علیه السلام که جعفر کذاب نامشسته جعفر نامشی بود بچه امام هادی علیه السلام یک منحریف آدم بوده و دمزو جوانی خو شراب نوشی مکد غلط کارای حرام را انجام میداد بی حیایی مکد منی الله و لعیب گرفتار بود که خود امام مهدی مگفت که بچه از منی است امام هادی علیه السلام امام محمد علی النقی مفتی مثل برای از من مثل فرزند نو است هم دک فرزند نو منی کشتی سوار نمشه و غرق مشه مگه این امو رنگ است این امو نسبت کد از ما داره دیگه ای جعفر هم خبر نبوده که امام مهدی علیه السلام پیدا شده وقتی که جنازه امام حسن عسکری آماده مشنه منی تابوت دیگه مردم هم بعض آدم ها که اونجی بوده خیال نه که امی جانشین امام حسن عسکری امی بیرار شیه ایم کسا دعوام نه که امام ایج اولاد نداشته و ما کسا بیرار امام حسن عسکری استم و ما جانشین شیستم و ای کسا امو تمام ایرس امام رم بریش غصبونه حکومت هم کشیسات میده چون حکومت هم امیر میخواسته بوده و ای کس وقتی جنازه تیار میشه مردم میگه بیا نماز پڑھاو کو ای جعفر می پیش میشه که نماز پڑھاو کنه که یک اچانک مردم میگه نه که پنج ساله بچه پیش میشه که مگه بالکل میایش پریشان بوده این بسیار کس غمگین بوده ای بچه پیش میشه و تاتیخ مگه که تاتا تو پش شو ما از تو که زیاد حقدارم که نماز جنازه ما پڑھاو کنه دیگه جعفر بسیار ترس مخره خوف زده موشه و پس موشه و امام مهدی پیش موشه نمازی جنازه امام حسن عسکری پڑاو مونه و فورا منی خانه موره از او بعد جعفر کس که تاتی امام بوده کلو میگشته که امام پیدا کنه پیدا نمیتنه و میگرنه که منصوبیش ناکام موشه فورا موره حکومت را خبر مونه که امو شخص که شما انتظار شی بودین امام مهدی و پیدا شده و گا نمازی
پدر محترم خورم کیستا پڑاو کده و بری مردم حقانیت خور ثابت کده تمام مردم هم دید که این امام مهدی پیداش تا اون نماز هم داد دیگه از او بعد حکومت ما امو تایم کیستا نمائندهش بری خانه امام حمله مونه تلاشی میگره من امزی تلاشی اونا متوجه نمشه چون کس ندیده بده امام مهدی دیگه که بیشناسمی و امو بچه امام مهدی هم ناشی کس شناخت نبوده امام مهدی هم زو اونا درو منی خانه کی مینگر نه کس نیه بس لوټماری شروع نه مو مال اموال امام را میخای دوزی کنن دمزی حالت امام مهدی از خانه بور مشه و امزو تایم غیبت امام مهدی علیه السلام شروع مشه غیبت صغرا کی بعد از ازی بعد والا واقعیت چی کی چی واقعیت مشه ان شاء الله صبح امشا و منجی ختم منی دیگه از خداوند متعال دعا است کی کوششای مو و علمی به سایز مو د بارگاه امام مهدی علیه السلام قبول کنه و مور روز افزو توفیق بده کی مو از دین خو کد امامت امام خو روز زیاتر آشنا شونی ار دوستا کی سوال دارن نا کی پروگرام مینگنن اگر سوال دارن بری امزی فون نمبر 266-5925-266-5925 فون کدا پرسان کنن یا بری ایمیل ایڈرس هم ناکی نمی خوایا خوچی پرسان کنن دزری ایمیل هم پرسان میتنین fcnqta@yahoo.com بری ازی شما ایمیل کدم سوال پرسان میتنین مو چند منت ویٹ منی بری یک سوال دیشا و پرسان شده بود که وقت نبود مو جوابی دی اگو خواهر پرسان کده ظاهرن که اگر اگو دختر جوان برای خود خود جهیز بیخره یا کس والدین ازو برای زو جهیز میخره و عرصی زو کس 3-4 سال بعد شد نیسته لیکن او از 3-4 سال پیش درو برای خود جهیز میخره خوشی میخره یا والدین شی میخره یا برای زی جهیز کس خمس میلگه یا نمیلگه دیگر در جواب ازی است که اول خود دو صورت حال است که یک دفعه ای تر اگری امو تایم عرصی میتنه جهیز خو بیخره یعنی استطاعت مالی داره که در تایم عرصی امو یک هفته پیش جهیز خو بیخره خود او صورت اگری استطاعت مالی داره خود او صورت بزی اگر 3 سال پیش جهیز میخره بریشی خمس میلگه مشتایده همو گفت در این صورت بریش خمس میلگه چر که استطاعت داره که امو در امزو تایم عرصی جایز خو بیخره لحظه ای که ازو پیش در رو میخره بریزی بس خمس میلگه لیکن اگر استطاعت نداره که امو تا اشکل غریب مردم یا متوسط طبقه نمیتنه یک با یک مثلا 1000 روپی خرچ کده یک با یک بیخره اونا اشکال نمیتنه کم کم کسته منی 3-4 سال کم کم میخره جمع کده موره و ای استطاعت را نداره که یک دفعگی تمام جایز را بیخره در این صورت باز مشتهید بدین مگه که اگر نمیتنه یک جای بیخره و مجبوره که کم کم خریده جمع کنه در این صورت بریشی خمس نمیلگه لیکن ای بس باید دیاشون باشه که ای بری ازو آدم آیی گوسته که اهل خمس ده دو است حال در او جایز می اگو آدم کهش خمسش ده زندگی خنده ده حالو چی 3 سال پیش میخره چی تایم عرصی میخره باید او پیسه خمس ازو پیسه را دا کنه درسته اینی که اگو کهش خمس نداده تا امروز نیروز حالو میخوای برای دختر خود رو جهیز بیخره منی 3 سال یا امو تایم عرصی فرق نمونه ای باید اول مال خمس از او مال خود ادا کنه بعض از او کیستا او جهیز شد بیخره لیکن اگر اهل خمس است آلریدی دمزو سال ده سال خمس خورار چی خسموش نه یا نموش نه خلاصه حساب کتاب خورمونه و خمس خور ادا مونه ای اگر ای استطاعت را نداره که در تایم عرصی دختر خود یک جای تام جهیز را بیخره مجبوره که کم کم خریده جمع کنه در این صورت مجتهدین کستا مگن بریزی خمس نمی لگه بعضم البته ما جا تک در یادی ما یک دو از مجتهدان در خیالم بعضم کم در این صورت فتوایشی کم فرق منه اگر امی آدم ها که سوال منه نمو مجتهد کشی تقلید منه نام از اون را مقبوغن بز مو بهتر میتنی که اونا را رهنمایی کنی ما او روزم چیزا بوده ایمیل ایدرس های داده بودم که چیزا ویب سایت را ایدرس چی داده بودم که شما دایرکت هم میتنین از دفتری مشتهید سوال خو پرسان کنین یک سایت که بریش تمام مشتهیدین تقریبا ناشکل ویب سایت دارن شما میتنین دا انگلیش دا اردو دا فارسی سوال را پرسان کنین منی اونام نیست 3-4 روز شما را جواب شیم رو میدن تمام امی ایدرس ها بری shiasearch.com
search.com.net.org آرسی شستا میتنی نزونیم پرسان کنین منیشی ایجرسایز ناستا لاویزی پرسوجو.com پرسیمان.com اینا استا مخصوص کار ازی دو ویب سایت همیه که سوالای شری و ار قسم سوال را اینا جواب شمیده عقیدتی باشه، تاریخی باشه، اخلاقی باشه، فقهی سوالا باشه اینا جواب میده پرسوجو.com کدی پرسیمان.com و خوب زودترم جواب میده. البته اگر دا فارسی پرسان کنی زود جواب میده، دا انگلیش چون که اونا ترانسلیت مونن که ممکنه افتا دا روز بی لگه دیگر دا اونجم شما میتن دایرکت از مشتهید خو سوال پرسان کن. اگر از این ذریز مو میخواین پرسان کن بس بهتر هم مشتهید خورم بگین تاکی امو اگزیکت کسا شما جواب شما رو ملاو شما. اللهم صل على محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سوال پرسان شده که مو روز پریشاو دباره پتاخی زدو امی بما که آج کرده زده مشه بیان کردی که از پنج شش منی یک کار در یک تایم شش هفت گناه کبیره انجام مشه گفتم اسراف و تبذیر است، مردم را کست اذیت کدو است، خوف ایجاد کدو د دل مردوم است، کار له و لعیب است، و د ای خز مقدس شاو د نامی خوشی یک گنار انجام دادو خوش یک گناه است و علاویز بعض وقت اگو بریش مریض است، ناجور است، پرابلمی دل دارن یا مثلا زنای حامل است بریز نا بسیار بد اینا نقصانات داره یا بعض اینا کس مزاخی و هم مراوننی تا چیزا خلاصه پنج شش لیازی کار حرام است، گناه کبیر است. دیگه سوال پرسان شده که بعض وقت مو میگن که مذهبی خاندانا که است مو آنا که مطلب بابی ایشنا شوی ایشنا بسیار مذهبی گو مقام داره خلاصه اونا هم همی کاری پا تاخیر انجام میدن. دیگه ای چیه؟ جواب از ای چیه؟ خوی معلوم است هر کس کنه کاری حرام، اگر یک ملام کنه یک شیخ هم کنه حرام حرام دیگه حرامی حرام و محمدین حرام و نیلایه و ملقیامه او چیز که در شریعت پیامبر اسلام حرام است تا قیامت حرام هر کس انجام بیده حرام دیگه هم تک یک شیخ هم اگر غیبت کنه حرام کاره و زو خودی که او کد لال موشه حالی او مذهبی فیملی هم او سرپرستای شی کارشی است که برای خاندان خود توجه بیدن و اونار ما نکن از این کار بارحال هر کس کنه همو شش هفت گناه کبیره در ذریعه یک کار انجام مشنه فرق نمنه که ما باشم یا هر کسی دیگه باشه کار حرام حرام است. دیگه سوالی پرسان شده که اگر اگو بچه شیعه باشه یعنی از فقه جعفریه تعلق شی باشه و دختر از اهل سنت باشه دیگه آیا ای بچه شیعه که دختر سنی عرصی میتنه یا نمیتنه و آیا اگر او این خبرم داره که ای دختر بعدن که شیعه مشتنه امید قوی داره بعضم آیا ای استخاره باید بگره یا نگره. دیگه در جواب از این که در این صورت عرصی میتنه که اگر بچه شیعه است و دختر سنیه اهل سنت است این عرصی میتنه که دزو و جایز است عرصی شم درست است و مطلب استخاره از خود تا ایک چاپی که انشاءالله اگر روز بیسم چون منی معاشریز ما او اصل چهره استخاره بدیشت و ایلا بیلا برای هر چیز کستا استخاره نی اگر روز انشاءالله دوباره استخاره ما تفصیلی مگم دیگه استخاره کدوم فرق نداره ایتر میتنه مطلب عرصی میتنه اولتیشی کم ذره مسته بسیار مشتهدین اجازه نمیده که اگر دختر شیعه باشه و بچه از اهل سنت باشه ایر بسیاری مشتهدین کسا تقریبا اکثر شی اجازت نمیده چرا که امیتر هم است نفسیاتی طور پر هم امیتر که زن کس از لحاظ عقیدتی در زیر پریشری مرد مور اکثرا است او تر زنام که نموره لیکن بار حال آر رنگ باشه اکثر مشتهدین ایر اجازه نمیده که دختر از شیعه باشه و بچه ایل سنت باشه لیکن اولتیش اک باشه مثلا بچه شیعه باشه دختر از ایل سنت باشه ای عرصی میتنه. البته دیگر شرط و شرایط را در نظر بگیره که آیا او دختر برایش مناسب است یا نی یا مطلب در استیتس چیست از بسیار دیگر شرط و شرایط که منی یک دختر باشه برای عرصی منی کتابا لکایی اونارم باید توخ کنی دیگه ما صرف همی جواز زیر دارم مگم نمگم که بایدم کنی باید دادم سوچ سمجھ کرده ای اقدام بال کنه. سوالیه که دوران زوری امام زمان علیه السلام
زنا چی رنگ پرده مونن؟ آیا متکیالی پرده مونن؟ نمو پرده موش یا دیگر رنگ؟ این فرق نمونه تو خین اسلام کستا مو دو چیز داره، یک کستا قواعد و قوانین داره، یک دفعه کستا طریقی اپلیکیشن چیه که چی رنگ تو را قانون را اپلای مونی. اسلام برای ازی زیاد اصرار نمونه که تو چی رنگ پرده کو، مطلب پرده تو دو دنه چادر باشه یا چادر نماز باشه یا کوٹ بابشی. اینا خود اسلام معیارهار بیان مونه در باره پرده زنا، مثلا در باره لباس زنا، در باره پردهش نه چند معیار قرار داده، این چند کوالیتیز، چند معیارات را اشته. گفته این معیارات منی اگه باشه هر قسم لباس پوشیده میتنی که این چهار معیار منی شی باشه. مثلا مال پوریش در ذهن منی یکی که مثلا زنا مردانه لباس نباشه، او تا کالاها یا او تا دیزاینی کالا کی کد مردا مخصوص ها. مثلا نالمانی معاشره ازمو ای رنگا کالا ری تا یک جیب داشتو مخصوص است کد بری مردا. آل اگو زن اگه ای رنگا لباس جور منه بری ازو حرام است، ای میار است، باید ای رنگا نباشه. یا مثلا کستا از مال حرام نباشه، یا امی تا کستا او تا دیزاین نباشه که بری نامهرما توجهش جلب کنه. مثلا بیخی لباس کی بیخی دوجن چی چسبیده باشه، ده ای لباس اگر زن برو بایه ایم حرام است، باید او تر باشه که بدن چی نمایانک نبره چیزا. یا مثلا رنگ لباس یو رنگ نمشه که تر پوشکشش باشه که نامهرمار طرف خو کست توجهی نامهرمار طرف خود خو بگره. یعنی مطلب چار پنج میار است که گوتیم باگر شنایی تفسیری بیان کنم کدی جزئیات چی قاطی. خلاصه اسلام معیار میله، دایی سه چهار معیار را اگر خیال شی بیلی هر رنگ لباس را دیزاینینگ کنی فرق نداره. از خاطر د دور امام هم امو تکی عالی مومنگنی هر علاقه زنای شی د مقابل مطابق کلچر خو مخصوص حجاب دارن، مخصوص پرده دارن. مثلا من کویټه یا رنگ زنای زمو اکثرا چادر نماز مبشه، بعض دیگه علاقه دیگه رنگ گوجای کوټ است، گوجای کستا مقنعه است دیگه. او فرق نمونه امو چار میار اگر لیاسی ویلا آدم ها رنگ دیزاینینگ کنه ایجاب میتنه. امی رنگ در زمان امام زمان علیه السلام هم خواهد بود چر که اسلام هم امو تیم هم که اسلام هی اپلای موشه. دیگه سوالی پرسان شده که اگر اگو مومین حسد کنه دیگه آیا ای مومین گفته میتنی شریانه؟ خب منی معلوم است که حسد کدو خوچی از گناهانی کبیر است و یک مومن که دیده و دانسته. بعض وقت آدم در غفلت چی کاری حسد موشه، از بعد متوجه میشه که این حالت که منیز مسته این حسد و توبه استغفار نه اصلاح خود خوم نه، این فرق نداره. مطلب از حالت ایمان خارج نمیشه چون که نادانسته در انجانی می این حالت بریش تاریش ده و وقتی متوجه شده توبه شده و چیزا دیگه حالت خور اصلاح خود کده. لیکن اگر دیده و دانسته داره و حسد مونه، و حسد چیه؟ حسدی که آدم منی اگو کس دیگه اگو خوبی رو بینگر نه، اگو نعمت را اگو کمال رو بینگر نه، و از خدا عرضو کنه که کش که امی خوبی امی کمال از منی زو ختم شنه مر میلاو شنه. این ارمونگا حسد. در مقابلی حسد یک چیز است رشک است، مثل عرضو کدوه. مثلا تو منی اگو آدم اگو خوبی رو مینگر نی، اگو خوبصورتی رو علم مینگر نی، اگو کمال اگو خوب اخلاق مینگر نی، یا پیسه مینگر نی، بس تو مگی خدا گیر از او است مرم امو رنگ بیدی، پیش از او هم باشه مرم بیدی. ای حسد نیست، ای فرق نداره. آدم برای خود هم از خدا دعا بخواه که امو رنگ کی او خوبصورتی داره یا کمال داره، خدا مره هم بیدی، او هم داشته باشه من داشته باشم، ای حرام نیه. لیکن اگه ای ارزو رو نه که از او ختم شونه، از او گرفته شونه مر میلاوشنه، ای حسد است. اگر دیده و دانسته و متوجه از ای کار قصدن انجام میده، ای گناه کبیره است و یقینا کس از حالت ایمان ایر برنه. حقیقتا این مومن گفته نموشه، همونتا که منی حدیث است که حسد ایمان را مو رنگ مخره، همونتا که آتیش چوب را مخره. آتیش چوب را میگره پودر تیار کده میله، بلکل ده هوا وڑاو میشه چوب ختم میشه. امی رنگ حسد است ایمان را ختم نه. وقتی ایمان از منی یک انسان ختم شد دیگه ظاهره بزور مومن گفته نمیتنی. دیگه سوال ای پرسانش ده که دروغ گفتن یک گناه کبیره یه. آیا اگر اگو کس دیگه کس را برای دروغ گفته مجبور مونه، دیگه دو صورت هم برای زو کس حرام است گناه کبیره، اگو مر مجبور مونه که ما دروغ بگم،
دیگه ما کی د مجبوری دروغ گفتم از خاطر پرشر گو کسی دیگه از خاطر خوف گو دیگه ما دروغ گفتم آیا ای هم کس گناه کبیر است یعنی دیگه ای جواب شی است که ای برای مجبوری از ما دیپند نه یک دفعه د معمولی گبا که ساده میتنه مثلا یک دفعه ای کی خطری جان است او برای سر از ما مثلا پیستل گرفته مگه دروغ بگی نه که ما تر مخشم یعنی جان از ما د خطره ای. ده ای جاگه ما دروغ مگم برای از ما حرام نیست دروغ لیکن یک جاگه ای تا کلان مجبوری نیه جان از ما یا عزت آبروی ما یا مال از ما او تا ده خطره نیه معمولی گب است مثلا خانه دیدی اکثر بسیار چیما تخ تخ موشه بیرار آدم یا بابی آدم مگه بور بگی خانه نیه خوال اینج او تر کلان مجبوری نیه که آدم بگی ما مجبور بودم بورم دروغ بگم دیگه گفتم باید تو خانی چی رنگا مجبور کده تو را اگر گفتم او تا مجبوری که جان و مال و عزت و عبروی تو دا خطره یا و سیریسلی دا خطره یا خدا او صورت اگر تو دروغ بگی برای تو گناه کبیره حساب نمیشه برای امزو آدم حساب میشه لیکن اگر تو او تا مجبوری شدید نیست چوتا مخالی قار میشه برای تو دا او ریزه چیزا آدم نمیتنه که بس بوره فورا دروغ سوال نکی اگر امو سوال کشتب که بچه شیعه است و دختر ایل سنت دیگه اینا میخوای عرسی کنه آیا ای میخوای مطلب ازدواج کنه آیا ای بور سوال خو گفتم جواب شیره بزالی امور موگا که اگر او نه والدین بچه راضی است نه والدین دختر راضی است دیگه آیا دا ای صورت هم عرسی جایز است یعنی در این صورت کسته از طرف بچه خو کسته رضایت والدین شرطی صحت ازدواج نی اگرچه مو باید ادب و احترام والدین خنی و نافرمانی اظهار نکنی اگر مر با ایکا و بابی ما منمونه که کدازی آدم عرصی نکو و ما نافرمانی اظهار منم کاری حرام انجام دادم ما لیکن اگر عرصی کنم عرصی ما درست است یعنی منی درستی ازدواج کدازو کاری حرام جمع موشه اگر ما گفت مثلا مرا گو ای کیم یا بابی ما هر کدام شی بوگا ای کیم یا بابی ما که کت فلان دختر عرسی نکو لیکن ما اگر عرسی منم دیگه ما کاری حرام انجام دادم از اینکه نافرمانی والدین نکدم لیکن عرسی ما شرعی طور پر درست است باطل نیه ای عقد نکاح باطل نیه چرا از طرف بچه رضایت والدین لازمی نیست شرطی صحت ازدواج نیست لیکن از دختر باید کس تا بابیش راضی باشه از دختر مادرم لازمی نیه رضایت مادر از طرفی دختر کس تا لازمی نیه مادرش راضی باشه نباشه دختر ازدواج میتنه لیکن بابیش باید راضی باشه حال ای دختر که مثلا اگر ایل سنت است و بابیزو راضی نیست خویی ظاهر بابیش که راضی نیه وزی کچی عرصی نمیتنی صرف در یک صورت صرف در یک صورت اجازت میلاموشه مشتهیده میده او در این صورت که این دختر اگر یقین داره علی بریزوی ما نمیتن مو ما صرف هم شرط شیر مگم اگر او یقین داره که اگر این بچه از گیر ما بوره میشیه و او خیال نکی برای ما بیست پرپوزل این میسته اگر این بوره دیگه مر این تر خوب رشته میلاو نموشنه که مناسب باشه از لحاظ دینی از لحاظ دیگه مالی از دیگه شرط و شرایط که استمر دیگه خوب رشته میلاو نموشه و بابی از ما در و ایله بیله در و رکاوت ایجاد مونه اگر یقین داره ای چیز رای دختر دو صورت هم بز مشتهدین مگه که بغیر رضایت والدین شی بغیر رضایت بابی شی اگر خوش عرصی مونه درست است لیکن اگر نه او دختر امو عرچه اهل سنته اگر او خبر داره که اگر ای بچه کچی نکای ما نشنه هم ما دیگه خوب خوب رشته داروم بس دو صورت کدازی عرصی کدو جایز نیه امین جی مشاور یک سوال بس مند دیگه ایش انشاءالله سوام نی کافی وقت شد یک سوال مند تا صبح از خداوند متعال اختتامی دعای که خدای ای کوششای زمور دا بارگاه امام زمانه علیه السلام قبول و مقبول بفرما و زبان مبارک امام مهدی علیه السلام را برای ازمو دعاگو قرار بده و در ذریعه زی خودسازی های از مو در ذریعه اعمال نیک از مو زمینه ظهور امام زمان علیه السلام را فراهم کن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل علی محمد و علی محمد